بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه با هیئتی متشکل از 24 نماینده دموکرات از مجلس نمایندگان آمریکا در دفتر خود در اورشلیم ملاقات کرد. با همکارم شهلا آرسه از مقابل کنگره آمریکا گفتگو می‌کنیم. خانم آرسه، هدف سفر این هیئت چه بود و جزئیات دیدار اونها چه می‌دونید؟ در مورد هدف این دیدار، دفتر حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان که این هیئت رو هم رهبری کرده بود در این سفر، پیشاپیش این سفر در بیانیه هدفش از این دیدار رو پی بردن به راه‌های برای تقویت اتحاد میان اسرائیل و آمریکا و ایجاد صلح و ثبات میان اسرائیل و همسایگانش و همچنین تاکید بر تجدید تعهد آهنین آمریکا نسبت به امنیت و موجودیت اسرائیل به عنوان کشور دموکراتیک مرفه و یهودی ذکر کرد. در مورد اهمیت جزئیات این دیدار، صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو ضمن این دیدار باید ذکر کنم که در اون حین اون گفت که در مورد بیان موضع اسرائیل در مورد یک توافق هسته‌ای با ایران صحبت کرد که طی اون گفت مهمترین چیز ایجاد یک تهدید معتبر نظامی برای ایران و مورد دیگه استفاده از چنین تهدیدی است. اما و اضافه کرد که ما جهانی رو نمیخوایم که در اون ایران بتونه نیویورک یا واشنگتن یا لس آنجلس یا هر چیز دیگری رو با سلاح هسته‌ای تهدید بکنه. آقای نتانیاهو همچنین با تاکید اضافه کرد که ما مطمئناً جهانی نمیخوایم که بتونن اسرائیل رو نابود بکنن و با انتقاد و اشاره به بیانات کالین کال معاون وزیر دفاع که اخیراً گفته بود که ایران ظرف 12 روز میتونه مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای رو تولید بکنه، آقای نتانیاهو گفت که او یعنی آقای کالین کال از حکومت ایران به عنوان حکومت دولت تک بمبی نام میبره که اون رو یک بیانیه نفرت انگیز توصیف کرد، اما گفت که این خودش توضیح میده که موضع ایران چه هست. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که ما هر کاری رو که بتونیم برای حفاظت خودمون چه توافقی ایجاد بشه یا نه انجام میدیم و بر اساس بیانیه قانونگذاران این هیئت مذاکراتی که در این دیدار مطرح شد شامل مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطین و همینطور مقابله با تروریسم و توافق ابراهیم بود. ممنونم. گزارش همکارم شهلا آرسه از مقابل کنگره آمریکا شنیدیم.